سلام عرض میکنم خدمت شما در این فضای زیبا در رستوران لیدو در منطقه کاشانک تهران هستیم. یکی دو ساعت اینجا طول کشید تا صحنه رو بچینیم تا یک مهمون ویژه که تشریف فرمایش واقعا باعث افتخار ماست در خدمتش باشیم. در خدمت آقای جواد نکونام هستیم، سرمربی آینده استقلال. این اولین گفتگوی جواد هست بعد از توافقش با استقلال. البته هنوز قراردادی بینشون امضا نشده تو این لحظه، ولی قطعا تو یکی دو ساعت دیگه سرمربی آینده استقلال خواهد بود، چیزی که شاید همیشه آرزوشو داشته و بهش فکر میکرد. جواد جان خیلی خوش اومدید. خیلی ممنون، خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها میبینمت و لبخند رو صورت دیدم. مرسی، منم واقعا خوشحالم که نشستیم با هم دیگه بتونیم یه صحبت خوب داشته باشیم. ما خیلی وقت با هم دیگه دوستیم و یه ذره گهگاهی همیشه دست ما ناراحت میشه اینا، ولی در نهایت ما به خاطر هم نزد بودن و نزدیک بودن و ما خیلی به علاقه داریم. لطف داریم. ما فوتبال همیشه این چالش ها رو داره، همیشه هستش تو فوتبال. اگر چالش نباشه بین کسایی که با هم دیگه کار میکنند هیچ پیشرفتی نیست. این چالشه که باعث پیشرفته میشه. من میتونم اینطوری بگم که تو الان در شرایطی داری سرمربی استقلال میشی که فضای عمومی خیلی 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 زیاد به نفعت شده و خیلی در واقع همه تو رو فریاد میزنه. یعنی بعد از دوره ای حالا غیبت چند ماهی که در فوتبال ایران داشتی، بازگشت به استقلال با استقبالی مواجه شده که شاید کمتر مربی به این میزان محبوبیت وارد باشگاه استقلال میشه و به نظر همه چیز آماده است برای فصل خیلی خوب از نظر افکار عمومی. نه امکانات و اینا بحثای دیگه ایه. میخواستم خود درباره این فضا صحبت کنیم. ببینید، اول از همه اینه که کار من سخته، بخاطر اینکه این مردم، این هوادارا، این کسایی که منم از خودشون هستم و بودم، وظیفه منو سخت‌تر میکنه در مقابل اینا. اینا مردمی هستن که واقعا سختی کشیدن، سختی میکشن. همین که به هر حال توی اخبار میدیدم که به هر حال میان لطف دارن به من و مردمی که توی کشورم دارن واقعا با شرایط سختی که شاید داشته باشن، هر کدومشون مشکلات خودشون داشته باشن، میان اینجوری از من حمایت میکنن، من واقعا شرمنده‌شون هستم. من خوشحالم واقعا، خدا رو خیلی شکر میکنم، واقعا ممنونم که این افتخار نصیبم شدش که بتونم روی نیمکت باشگاه بزرگ استقلال بشینم. امیدوارم که بتونم برای مردم کشورم، واسه هوادارا، واسه تیممون بتونم انشالله شرایطی رو رقم بزنم که بتونن افتخار کنن بهش. وظیفه سنگینیه و این اتفاقات وظیفه من رو سنگین‌تر میکنه. قول میدم که تا پای جونم، تا جایی که میتونم واسه استقلال زحمتمو بکشم، کارم انجام بدم، خدا هم کمک کنه، هوادارام حمایت کنن و خارج از این چارچوبی که خودمون توی کشورمون داریم و داخل کشورمون مردم دارن، به جای دیگه، به هیچ جایی توجه نکنن، به هیچ کسی، به حرف هیچ کسی گوش نکنن، بتونیم خودمون شرایطی رو به وجود بیاریم با توجه به اینکه ما خانواده بزرگی هستیم، بتونیم انشالله شرایط فوق‌العاده‌ای رو امسال کنار هم دیگه رقم بزنیم. تمام تلاشم و وجودم رو میذارم واسه اینکه بتونم باشگاه و تیمی که رویای کودکیم بوده و طرفدارش بودم و بتونم انشالله اسمش رو بزرگ و بزرگتر کنم و بتونم افتخارات زیادی رو با استقلال به دست بیارم. جواد، من یادم میاد که یه روزی تو استاسونا بودی، بعد یه خبرنگاری که حالا بهت نزدیکم بود و ما همیشه خبر جواد نکونام از اون میگرفتیم، تو یه جایی خبری زد که حالا یه بازیکن خیلی معروف ایران قرار از خارج برگرده بیاد تو استقلال بازی کنه. ما تو اون موقع، شاید اونایی که نزدیک بودن میدونستن تو استقلالی هستی یا استقلالی تیری به قول معروف، ولی ماها مثلا شاید بی خبر بودیم از این موضوع. اینا موضوع در واقع علاقه مندیت به استقلال رو یکم دربارش توضیح میده. یعنی بازیکن مورد علاقه دیگه مثلا اصلا از کی؟ ببینید، ما خانواده چقدر پرسپولیس کردن، چقدر استقلالی بودن؟ ما توی خانوادهمون ما همه استقلالی بودیم و ما هممون هم به تبعیت از پدرمون که حسن تاجی معروف بودش تو محله شهر ریش عبدالعظیم که زندگی میکردیم، خب اونجا ما بزرگ شدیم و توی فوتبال، توی منطقه فوتبال خیز بزرگ شدیم و اونجا ما شکل و
قصه فوتبال متوجه شدیم استقلال و از اونجا دوست داشتیم و خب بالاخره پدرم تعریف میکنه که منو 9 ماه هم بوده برده استادیوم منو. من یادم بچه بودم بابا منو ببردش استادیوم، استقلال که گل میزد ما رو پرت میکرد بالا، ما فقط نگران بودیم یادش نره ما رو بگیره که یه موقع اتفاقی بیفته. این استقلالی بودن ما خیلی قصه داره، مثل خیلی از مردممون که به هر حال الان با اتوبوس با هر وسیله که شده خودشون از شهرستانه دورترین نقاط ایران، از نقاطی که شاید ماها اصلا نتونیم تصور کنیم، میرسونن خودشون رو که اونا سختی های بیشتری رو قطعا میکشن. ما هم مثل اونا استقلالی هستیم، بزرگ شدیم تو استقلال و هوادارش بودیم، استادیوم رفتیم تشویق کردیم. حالا این اتفاقی که اون موقع ما بچه بودیم الان به حقیقت تبدیل شده و امیدوارم اتفاقی بیفته که بتونیم نهایتا هممون خانواده بزرگ استقلال خوشحال باشیم و بتونیم سالهای سال افتخار کنیم کنار هم دیگه بودن. انشاءالله. تو در مسیر فوتبالت در واقع یه اوج بزرگی در پاس گذروندی، بعد رفتی امارات بازی کردی، بعد سالها در لالیگا بودی و بعد برگشتی با استقلال، دوباره حالا رفتی کویت و قطر بازی کردی و فکر میکنم اینجوری فوتبال رو تموم کردی. توی این مسیر قطعا فکر میکنم پرسپولیس سراغت اومده دیگه، در حالا موقعیت های مختلف، تو به خاطر استقلال بودن اونجا نرفتی یا مسیرت اصلا یه طوری بود که من قبل از اینکه بخوام برم جام جهانی 2006 آلمان، یه جلسه ای رو با استقلال داشتم و توافق کردم باشون، ولی گفتم که اگر من نرم اروپا بازی کنم قطعا میام استقلال. و خب من 6 ماه آخری که قرارداد داشتم باشگاه پاس رفتم امارات بازی کردم، اونجا گفتم که اگر این اتفاق بیفته من قطعا تو استقلال بازی میکنم و دیگه همه میدونستم من استقلالی هم. ولی تو رسانه، چون برها خودتون میدونید من هیچ وقت حتی به پرسپولیسیا بی احترامی نکردم، سعی کردم کوریا معقول باشه، کاری نکنم که باعث ناراحتی کسی بشه، اینکه خوشحالی و اینا حق طبیعی منه، ولی بقیه جاها سعی کردم این احترام همیشه حفظ بشه و واقعا هم هواداره پرسپولیس همیشه هوای منو داشتن و احترام بوده بینمون، غیر از بازیایی که رو در رو به هر حال طبیعی هستش این اتفاقات بیفته. و وقتی من رفتم اسپانیا، خب اولا که من کلا اون موقع هم که میرفتم اروپا من همش تو فکر ایران بودم. موقعی که رفتم امارات مثلا زنگ میزدم به سردار آجرلو میگفتم آقا من برگردم بیام پاس، خیلی دوست داشتم تو ایران بازی کنم چون شرایط ایدئالی هم داشتم، تازه تو تیم ملی هم شرایطم خوب شده بود. ولی موقعی که همه فکر و ذکرم اسپانیا بوده چون خیلی دوست داشتم لیگ اسپانیا رو، وقتی پیشنهاد اسپانیا بعد از بازی آخر برام اومدش که میتونم باهاشون صحبت کنم باورم نمیشد، چون من اومده بودم ایران بعد از جام جهانی، بعد با هم تماس گرفتن که مدیر برنامه تماس گرفت گفتش که پیشنهاد اسپانیا اومده پاشو برگرد بیا بریم با هم دیگه صحبت کنیم، که من باورم نمیشد. ولی وقتی رسمیت پیدا کردم رفتم دیگه همه وقتم و ذهنم و همه رو گذاشتم واسه اینکه بتونم اونجا بازی کنم و شرایط خوب دست بیارم. موقعی که اومدم ایران خب من پیشنهاد استقلال داشتم، اون زمان آقای رویانیان پرسپولیس رو داشتم، آقای رویانیان مدیر عامل وقت پرسپولیس بودن، پیشنهاد دادن از طریق یکی دوتا از بازیکن‌ها، ولی من بابا همیشه میگفتش که ما دوست داریم تو استقلال بازی کنی و من با توجه به سالهای حضورم توی اسپانیا قراردادم داشتم تو اسپانیا و یه قرارداد واقعا مبلغ بالایی داشتم و اینو گفتم، یه پیشنهاد خیلی خوبم از یک تیم قطری داشتم، تیم القرافه، خیلی پیشنهاد خوبی داشتم 2 ساله، ولی دوست داشتم بیام بازی کنم. خودتونم میدونید من استقلال اومدم اون موقع سقف قرارداد بود، پولی که من از استقلال گرفتم مثلا 1/5 قراردادم بود، ولی به خاطر این علاقه ای که داشتم اومدم و به حال اومدم تو استقلال بازی کردم، آرزو داشتم، دوست داشتم بازی کردم و خدا رو شکر یک سال اولی که اونجا بازی کردم تونستم قهرمان لیگ بشیم و تو جام حذفی بدشانسی رو بردیم، متاسفانه نتونستیم به دست بیاریم و اون تیم به نظر من تنها حسرتش اینه که قهرمان آسیا نشد. واقعا تیم فوق العاده بودیم، به نظرم یکی از بهترین تیم‌های اجواره
فوتبال ایران به سن من قد میده تاریخ فوتبال استقلال بوده، چون واقعا تیم خوبی بودیم، بازیکنای با کیفیت، تیم خوب و ببینید شما انقدر تیم خوب بوده، شما بچه‌ها بازیکن‌ها بزرگ فکر می‌کردن، حتی اگر به هر حال درگیری و ناراحتی و بین هم دیگه داشتیم هیچ موقع تو زمین نمی اومد، ما تیممون رو قهرمان کردیم و این نشون از بزرگی این بازیکن‌ها میدادش که به هر حال اون موقع اون ما تیممون داشتش. الان نگاه می‌کنیم مثلا مهدی رحمتی تو گل شما بود، دفاع وسطتون پژمان منتظری بود، هنیف عمران‌زاده، امیر حسین صادقی بود، هاشم بود، خسرو بود، بعد دیگه خط جلو خودت بازی میکردی، آن دو بازی میکرد، مهاجم مثلا فرزاد حاتمی بازی میکرد، فرهاد مجیدی بازی میکرد، مشتاق جعفری بازی میکرد، تیمی که با 7-8 ملی پوش و فکر میکنم بیس صعود ما به جام جهانی 2014 هم همون تیم بود. میدونی که امروز هم سالگرد صعود ما به جام جهانی 2014. اون تیم ببینید من به هر حال واسه فوتبال ملی کشورم، واسه کشورم بیشتر فوتبالم تو تیم ملی بودم از رده نوجوان. دقیقاً تو کاراکتر تیم ملیه برای، یعنی حالا الان دیگه میری به سمت استقلال، ولی چیزی که ازت توی ذهن هست بیشتر تو با تیم ملی شناخته شدی، با کاپیتانی تو در واقع دوره‌ای که اونجا داشتی. ببین من تو تمام دوره‌هایی که تیم ملی بودم خیلی راحت میتونم بگم متحدترین تیم تیم ملی همین تیم 2014، تیم 2014 از یه لحاظی از لحاظ فنی پایین، ولی با اتحادمون باعث شدیم که بریم تیم اون تیم بره جام جهانی. یعنی اون تیم واقعا من نگاه میکنم ادوار قبل بعدش واقعا تیمای ملی فوق‌العاده داشتیم. اون تیم تازه داشت شکل میگرفت، کیروش تازه اومده بود تو ایران، داشت یه مقداری تازه میشناخت، تغییر نسل داشت، شرایط سختی بود، ولی این اتفاق باعث شدش که تیم بره جام جهانی برزیل و اتفاق بزرگی بود، اتفاقی که ما همیشه ما ایرانی‌ها همش بهش افتخار میکنیم. واقعا تیم ملی کشورمون، من همیشه ما سرود ملی کشورمون وقتی پخش میشه واقعا من خودم همیشه حس و حالی بهم دست میده که نمیشه توصیف کرد. هر یه بازی ملی، هر یه باری که سرود پخش میشه، حتی الان از تلویزیون پخش میشه، من همش خودم اون روزا رو میبینم، پرچم کشورمون رو میبینیم. به هر حال افتخار میکنیم به اینکه تونستم سالهای سال واسه تیم ملی بازی کنم، رده‌های مختلف و فوتبال کشورم. امیدوارم منم تونسته باشم واسه فوتبالمون، به هر حال کاری که وظیفه‌ام بوده خارج از ایران انجام بدم، پرچم کشورم رو بالا برده باشم. چون خودتون میدونید من 7 سال اوساسونا بازی کردم، قطر بازی کردم، امارات بازی کردم، کویت بازی کردم، سعی کردم با عمل کردم طوری کار کنم که بازیکنای بعد از منم بتونن ایرانیا بیان اونجا. این چیزی بوده که هدفم بوده که به هر حال کشورم همیشه بتونم بشناسونم، بتونم سرفراز کنم و ببینم که یه ایرانی چه تواناییایی داره. جواد تو معدود، چون با خیلی چه همیشه آدم جدی هستی، اون یه زمان ازت میترسه مثل همه بقیه، از معدود دفعاتی هم که شاید من مثلا تو رو خیلی احساساتی و شاید گریونم هم دیدم همین بعد بازی ماست توی کره دیگه، یعنی در واقع اون گل اون بازی و اینا بالاخره یه جوری خیلی دراماتیکی بود. از اون طرف هم بازی ازبکستان قطر بود که میتونست مثلا نتیجه بازی چور عجیبی رقم بخوره و ما صعود نکنیم، ولی خیلی 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 دلچسب بود که جشنای خیلی خوب ملی ماست. ببینید اون صعود، حالا اولش که تیم ملی کشورم، به هر حال مردم کشورمون همه خوشحال شدن که تیم صعود کرد، این اولین موردش قطعا. دومیش هم اینه که خیلی فشار بود اون سال و من خودم یادم با بچه‌ها که صحبت میکردیم همه از صعود صحبت میکردن و این خوشحالیه واسه ما دو برابر میشد، چون مردم تو ایران با توجه به اینکه اون 3 تا بازی سخت رو داشتیم، اون اتفاقی که بازی قطر و ازبکستان اون نتیجه رقم خورد و شرایط سختی که ما تجربه کردیم، مثلا اشکان دژا که قبل از جام جهانی قبل از اون بازی ها مصدوم شده شد دست دادیم، اینا همه باعث شدش که اون خوشحالیه علاوه بر پرچم، علاوه بر مردم، علاوه بر کشورمون، علاوه بر اینکه مردم خوشحالن، این خوشحالیه طوری شدش که ما دیگه نمیتونستیم جلو خودمون بگیریم. و هر حال ما 2006 هم صعود کردیم، ولی خوشحالی این 2014 واسه من یه
طعم و مزه دیگه داشت، واقعا همیشه تو ذهنم هستش و خوشحالم که این اتفاق افتاد، چون اون تیم شاید تو مرحله گروهی جاهایی خوب کار نکرد ولی به حقش رسید، چون واقعا حقمون بودش. ما تیم متحدی داشتیم، تیم خوبی داشتیم و این اتفاق افتاد و ما تو همچین روزی تونستیم صعود کنیم. خب خیلی حالا امروزم فینال بازی کافاس بین ایران و ازبکستان که آزاره قهرمانشون، چون ما مدت زیادی در هیچ تورنمنتی تو تیم ملی قهرمان نشدیم، که امیدوارم امروز این اتفاق بیفته که حالا در صورت شانسمون هم زیاده. آقا جواد، در مورد اومدنت به استقلال یه مدتی بالاخره یه چرخه یکی دو هفته ای بحث های مختلف مطرح بود و صحبت های متفاوتی بود که میای نمیای و خلاصه رفتن اول گفتن هم داخلی فقط، بعد گفتن خارجی، دوباره گفتن داخلی خارجی، خلاصه دیروز گفتن دوباره ممکنه فقط خارجی بریم، ولی خب الحمدلله که کار اوکی شد و شما تشویق کم. در مورد این روزا هم بگو که بالاخره چه جوری بود شرایط و ازت سوال میکردم مردم، بالاخره گفتم یکی دو تا استوری و چیز گذاشتی، فکر میکنم اون روزی که اون در واقع پست اینستاگرامی رو گذاشتی و دیگه عطفش بود که کامنت خیلی زیادی و کاملا به نظر من یه جور حالت شاید قدرت نمایی هم داشت شاید، و از اون طرف ادامهش رسید به اون در واقع استوری فراد نجدی که اونم از اون کار خیلی جالبی بود و خیلی با استقبال عمومی مواجه بود. مثلا میگم کلا راجع به حال هوای روز صحبت کنم. ببینید، به هر حال تو سوال قبلیتون یه چیزی رو گفتید، الان دوباره باید من بهش جواب بدم که من یه جدی هم یه مقدار بعد سخت ارتباط گرفتم، ولی به هر حال من چارچوب کاری و جایی که هستم نسبت به اون رفتار میکنم. مثلا بعضی از دوستان من که خیلی با هم نزدیک هستم، بعضی وقتا میگن اصلا چیزی باورش نمیشه که تو جوری، برای شما باید با من بشینید پاشید بعد اون موقع بگید که نکونام مغروره است. این چیزی هستش که درون من هستش و شخصیت بیرونی با چیزی که به هر حال باید جاهای مختلف باشم قطعا فرق میکنه. ببینید این پروسه، من کاری به صحبتهایی ندارم که توی فضای مجازی انجام میشه، من خودتون دیدید من اصلا اهل مصاحبه نیستم، خیلی سخت میشه من رو پیدا کردش، با اصلا پیدا هم بشم سخت حرف میزنم، زیاد دوست ندارم صحبت کنم، ولی یه سری هم اینجا سوء استفاده کردم. ببینید این شلوغی و این اتفاقاتی که افتاد، این برو و بیا و این جنجال رو همیشه دیدید، من از این همیشه دور بودم، حداقل هیچ وقت همچین چیزی رو نداشتم. کسایی هستن که منافعشون به اینه که این اتفاق بیفته، ولی خب من دیدید من اصلا شخص عملی نداشتم این چیزی. تمام صحبت من هم واسه کسایی که برها جلوی باشگاه بودن، خبرنگارا، مردم، کسایی که بالاخره دارن تو ایران میبینند و لمس میکنن، میرن جلوی باشگاه صحبت میکنن، متوجه میشن مثلا کسی نمیتونه اون بره ایران نشسته باشه بگه که مثلا نکونام این کار کرد یا اون کار کرد، مثلا میرن جلو باشگاه، مدیریت باشگاه، هیئت مدیره، بالاخره میان جواب میدن به مردم، میگن مثل ما که تو خونه بودیم خودمون هم حسد میکردیم، ما هم متوجه میشیم. این حقیقیشه، مجازیش هم این اتفاقاتی بود که افتاد. واقعا اصلا من خودم همیشه دوست دارم تو آرامش باشم، راحت باشم، صحبتهایی رو انجام بدم که واقعیت داشته باشه. سعی میکنم اگر یه جایی قرار دروغ بگم و فرار کنم ازش، این کار نشه، صحبت نکنم، ولی یه سری ها دامن زدن بهش که این جوه رو بدترش کنن. وگرنه ببینید اختلاف و مشکل همه جا هست و همه جا اتفاق میفته، این که چطوری حل میشه و صحبت میشه اون مهمه، کسی نمیدونه اینا رو. من هم دوست ندارم خیلی باز صحبت کنم، ولی چیزی بوده که صحبت حل میشده و حل شده، و اینکه حالا یه سری میگن خارجی باید میومده، یه سری ایرانی مربی رو مثلا اومدن گذاشتن، همه عزیز هستن، چه خارجی چه داخلی، خودتون میدونید استقلال هر موقع هر مربی داشته، من هیچ موقع هیچ حاشیه‌ای واسه استقلال تیم محبوبم نداشتم و سعی کردم هر تیمی هستم روبروشم قرار گرفتم بهتری عملکرد خودم رو داشته باشم و کاری به کسی نداشتم. دوست ندارم از این فضایی که اتفاق افتاد کسی ماهیگیری کنه و به نفع خودش استفاده کنه، اینو هیچ وقت دوست ندارم. و مردمی که اومدن کنار باشگاه
کنار مدیریت بودن، سوال میکردن، صحبت میکردن. خیلی ازشون تشکر میکنم، واقعا دوست دارم تک تکشون رو ببینم، ازشون حضوری تشکر کنم. واقعا اینا کسایی هستن که واسه من عزیزن، واسه من قابل احترامن. تمام کسایی که توی این مدت حمایت کردن از باشگاه استقلال، ما هممون با باشگاه استقلال بزرگ شدیم، با نام اینا ما بزرگ شدیم، مثل ایران ما با نام ایران بزرگ شدیم. و دوست دارم اتفاقاتی که میفته رو همه بدونن، کی دوست و کی دشمن. و تو این پروسه زمانبری که بالاخره اتفاق افتاد، من هفته قبل یه جلسه ای داشتم، صحبت کرده بودم، همه چی هم خوب پیش رفتش خدا رو شکر. برنامه همون هم اینجوری نبوده که باشگاه استقلال برنامه نداشته باشه یا صحبتی نکرده باشه. ما همه چی رو زمین سازیشو کرده بودیم، آماده بود. حتی من میتونم بگم برنامه تمرینی من تا شروع لیگ آماده است، آماده بود. با مربیایی که قرار کنارم باشن صحبت کردیم، شاید با یکی دو تا بازیکن صحبت کردم واسه این کار. ولی خب متاسفانه یه سری هم میان سوء استفاده میکنن که ضربه بزنن، و اینو من واقعا دوست ندارم و قطعا اجازه نمیدم این اتفاق هم هیچ وقت بیفته. آقا در حالی که اینو یه ذره برای زیبایی کار چیز میکنم، من یه ذره وسواس تقارن هم دارم. اما کار فراد مجیدی هم خیلی دوست داشتم، به عنوان به نظرم یه بازیکنی که شما با هم دیگه با تو سابقه قهرمان شدین، و برای مردم خیلی خوشاینده که مثلا چهره‌های مورد علاقه شون رو کنار هم میبینن. همیشه هم مثلا وقتی که حاشیه یا بین آدم ها اتفاق میفته، اون بحث شیطنت ژورنالیستی شو ایناش هم برای ما هست. یعنی مثلا ما تیت میخوره، مثلا جنجالی میشه فلان، ولی تهش ما خودمون هم همیشه مثلا دوست داریم وقتی آدمای بزرگ رو کنار هم میبینیم، توی قاب میبینیم. و این به نظرم پیش قدم شدن فرهاد تو این قضیه خیلی قشنگ بود. من واقعا دوست دارم که همه یاد بگیریم از این خودمون هم. ما چیزی که ما تو استقلال نیاز داریم یه اتحاده، اتحاد بیرون هواداری. و کاری که فرهاد کردش، به هر حال فرهاد بازیکن بزرگی بوده، یکی از افتخارات باشگاه استقلاله، مربیه که قهرمان کردش، لیگو گرفت واسه باشگاه استقلال که قابل احترام هستش. و ما شاید رو در رو بازی کردیم، ما هم دیگه بالاخره تو زمین مشکلاتی هم داشتیم، صحبت کردیم و با هم یه درگیری شاید کنار زمین بوده. اینا طبیعت فوتباله. شما ببینید مثلا منچستر سیتی و آرسنال بازی کردن، گواردیولا و آرتتا چطوری با هم دیگه، اینا چیزای شیرین فوتباله. و اتفاقی که میفته اینه که ما بدونیم چه اتفاقی میفته که به همون کمک کنه. این اتحاده قطعا کمک میکنه، شما مطمئن باشید. من قطعا تا الان این اتفاق افتاده، همه دیدم، از این به بعدم همینه. همیشه استقلال واسه من اولویت داره، قطعا واسه بقیه پیشکسوت های عزیز استقلال که همشون بزرگ و قابل احترام هستن واسه من. و امیدوارم بتونم پرچم استقلال رو بتونم نگه دارم بالا. این اتفاق اتفاق خوبی بودش که به هر حال شروعش با فرهاد مجیدی بودش و دوستان دیگه که با هم تماس گرفتن و خیلی به ما لطف داشتن و پیگیر کار من بودن. این اتحاد است که ما رو تهش به موفقیت برسونه. من تنهایی هیچ کاری نمیتونم بکنم، اینو خیلی شفاف و صادقانه میگم. با کمک پیشکسوت‌ها، بزرگان، مدیریت، کسایی که به هر حال مسئولیت و عناوینی دارن تو باشگاه استقلال، افتخارات باشگاه استقلال هستن، اگر کنار استقلال نباشن و کنار ما نباشن، هیچ موفقیتی به وجود نمیادش. ما الان نمیخوام راجع به چیزای منفی صحبت کنیم، بالاخره روز ورود تو باشگاه استقلال باید همه انرژی و نظر مثبت و بالا باشه. ولی خب استقلال چالش‌های خیلی مختلفی رو پشت سر گذاشته، الان به هر حال شرایط مالی مناسبی نداره به وضوح. حالا ما با این در واقع آدم های مختلفی امروز که اینجا نشستیم و صحبت کردیم، آدم های مختلفی که اینجا دیدیم، خب یه نور امیدی دوباره پیدا کردن و فکر میکنن که در واقع آدم مناسب اومده باشگاه استقلال. من امیدوارم که حضور تو باعث بشه که به هر صورت اون قسمت های دیگه باشگاه که باید روی روال حرکتشون رو شروع کنن، که در کنار کار فنی و کاری که تو قرار داری تو باشگاه استقلال انجام بدی، نظم و انضباطی به باشگاه برگرده، در بقیه جا هم شرایط مستعد بشه، زمینه که یک نگاهی بالاتری هم باشه برای اینکه در هر صورت این دو باشگاه هم به خصوص
و سایر باشگاه‌هایی که به فوتبال ایران در اون شادی رو توی اجتماع جامعه ایران میارن نگاه ویژه‌ای بهشون بشه. چون ما واقعا فوتبال به نظر من به واسطه اون منزلتی که توی کشور ما داره باید خیلی بیشتر از این مورد توجه قرار بگیره. مشکلاتش، مسائل سخت افزارش، مسائل در واقع اقتصادش، اینا خیلی راحت میتونه از سمت دولت و از سمت در واقع اون فدراسیون و جای مربوطه خیلی بهتر حل بشه که این مسائل نداشته بشه. من یه جمله رو دوست دارم بگم. بخشید من حرفم. همه ارکان باشگاه، هممون واسه باشگاه بزرگ استقلال میخواد کار کنه. همه ارکان باشگاه باید بهترین عملکردشون رو داشته باشن، حرفه‌ای‌ترین رفتارشون رو داشته باشن. این خواسته من از کادرمه، از بازیکنامه، از کسایی هستش که تو باشگاه به تیم کمک میکنن. باید بالاترین، با تعهد بالا، با مسئولیت پذیری بالا بتونیم کار کنیم با هم دیگه. خودم اولین نفر و دوست دارم بقیه هم کنار من با هم دیگه بتونیم این کار انجام بدیم. واقعا نیاز به این داریم که خیلی حرفه‌ای فکر کنیم، خیلی حرفه‌ای تصمیم بگیریم، با مسئولیت پذیری و با جدیت بریم دنبال کاری که باید انجام بدیم، هر کسی تو هر کاری که هست. جواد تو به عنوان یک بازیکن، چون حالا تو اون جریان، حالا حداقل تو اون تا موقعی که مدیه ساعت تو جریان فوتبال ایران اصلی همیشه علیه موجه داشتی شنا میکردی، تو پاس حالا بعد جای دیگه ای که بودی، ما اصلا همیشه برقیه بازیکن جنگی تو ذهنمونه، بازیکن جنگنده تو ذهنمونه. اتفاقا استقلال شاید این در واقع کاراکتر و شخصیتون برای سال جدید داشته باشه، نیاز داشته باشه. میخواستم یکم راجع به برنامه فنی و نکاتی که داری به صورت اجمالی بگی، چون برسات میخوای کنفرانس هم شرکت کنی، حرفات بعد اونجا تازگی داشته باشه، یه کوتاه اینا رو بررسی کنم. من برنامه ریزیمو کردم واسه کار فنی، روزای تمرینمون، بازیه دوستانمون، اردوهامون همه مشخصه و کادرم هم تقریبا مشخصه، نه 100%، تقریبا مشخصه با کیا قرار شروع کنیم و کار کنیم. و واسه من دو تا نکته مهمه توی کارم، مسئولیت پذیری و تعهدی که به کار باید داشته باشن. این دو تا نکته رو هر کسی داشته باشه بهترین و راحت ترین کار رو با من داره. این دو تا مهمترین برنامه‌ایه که من مساش دارم. برای در واقع بازیکن‌ها هم برنامه خرید و مثلا چیزای اعتماد وجود داره. من بارم همه کارا رو انجام نه به باشگاه هیچ، من هیچ لیستی ندادم. یعنی تمام صحبتایی که میشه گفتم، بازم تکرار می‌کنم، شیطنتیه که دوستان و کسایی که به هر حال بیرون دوست دارن که به ما ضربه بزنن، دوست دارن این آسیب رو به ما برسونن. هیچ لیست یا هیچ بازیکنی، هیچ کسی رو اسمم حتی برده نشده، پیش خودم دارم. و چون کار حرفه اینه که من اگر شدم که کارم انجام میدم، اگرم نشدم آرزو موفقیت، ولی لیستم آماده است، بازیکنم آماده هم. ما به یه تیم خوب، یه تیم با تعهد و با قدرت جنگندگی بالا واسه دو تا جام که انشالله بتونیم به موفقیت برسیم نیاز داریم. این بازی استقلال پرسپولیس فینال حذفی رو نگاه کردی؟ بله. بعد باختستان ناراحت شدی خود میکنم خدایی به عنوان، چون به حال موقعی که اصلا بحث اصلا خب من 4 سال الان اسمم واسه باشگاه استقلال هستش. تو این 4 سال من تمام بازی های استقلال رو موقعی که بازی نداشتیم، اولا به خاطر شغلم باید ببینم، میدیدم. دوم بازی های دربی رو قطعا همه رو دیدم و اونایی که همزمان نبوده و بازی هم همه رو دیدم، بازی آخری هم دیدم. و به هر حال اتفاقی افتاده که هوادارا خیلی ناراحتن، ولی امیدواریم که بتونیم با عمل کردمون و با تعهد بالامون سال دیگه بتونیم انشالله سربلندشون کنیم. جواد یه سوالم بکنم، تو پارسال گزینه اصلی و دم دست استقلال بودی که اصلا همه چیز، همه جاده باز بود که بیای تهران بشینی تیم رو هدایت کن، چرا پارسال نیومدی؟ خیلی تصمیم عجیبی بود. یعنی کمتر کسی میشه که مثلا استقلال، به خصوص آقای آجرلو که با تو هم قرابتی داشت و اینا، پیشنهاد اینجوری بگیره و رد کنه. اول از همه این که تعهدی بود که ما صحبت کرده بودیم با باشگاه فولاد، ولی توی این تعهدی که من به باشگاه فولاد داشتم میتونستم جداشم. ببینید یه نکته ای هستش که ببینید، سالی که من جام حذفی قهرمان شدم با فولاد، سال بعدش منو گذاشتن کنار، درسته؟ بله بله. و
مثلا کسی باورش نمیشد، ولی پرداخته نمیشه به این موضوعات تو فوتبال. شما به موفقیت همون لحظه است و تموم میشه، میره همه فراموش میکنن. شما دیدی چه واقعا در حق من میتونم بگم ظلم شدش خیلی راحت. سال بعدش که استلا با من صحبت کردش همه چی تموم شدش. من نمیخوام باز صحبت کنم در این مورد چون الان دوست ندارم به گذشته برگردم، ولی من از یه بیانیه‌ای که اومد بیرون اون باعث شد که من نیام، چون تکلیف باید مشخص میشدش. من دوست ندارم چیزی باز بمونه، باید تکلیف مشخص میشد. صحبتی که ما انجام داده بودیم بود که تکلیف مشخص بشه. و سردار جلو رو من واقعا دوستش دارم، یکی از مدیره خوب کشورمون، فوتبال یک کشورمون هستش که واقعا آرزوه هر کسی که باهاش کار کنه. ولی بعضی وقتا هم من نظر شخصی منه که یه اشتباهاتی صورت میگیره که ناراحت میشم. و یعنی من تموم شده بود کارم و صحبت هم کرده بودیم، همه چی آماده، این اتفاق بود. یه اشتباه خیلی کوچیک باعث شدش که من احساس کنم، درست یا غلطش رو نمیدونم، احساس کنم که شاید آسیب ببینم و با باشگاه فولاد ادامه دادم. بسیار. حالا چون اسم فولاد آمد، من خواستم چون اول صحبت هم با هم دیگه خصوصی صحبت کنیم راجع به این موضوع بازی هرها که گفتی که احتیاج داره یه وقت زیادی، چون جو زیاد داره شاید خیلی علاقه نداری که راجعش حرف بزنیم. خیلی کوتاه مختصر بگم، اول از همه تمام هوادارهای فولاد توی قلب من هستن. واقعا من اونجا حدود 4 سال زندگی کردم، من اونجا با خانواده زندگی میکردم و همه جا و همیشه من لطف داشتن و واقعا مدیونشون هستم. خدا رو شکر میکنم توی سالهایی که اونجا بودم تونستم توی تاریخ فوتبال باشگاه فولاد بمونم. خدا رو شکر 2 جام گرفتیم، سهمیه آسیایی دوبار داشتیم، 4 تیم برتر آسیا رفتیم. ما واقعا با شرایط سختی که واسه صعود داشتیم، تو گروه سختی که قرار داشتیم، پنجره بسته‌ای که داشتیم، و اینا لطف خدا و لطف هوادارا بوده. و مدیرای باشگاهی که من باهاشون کار کردم، آقای آذری، واقعا خیلی زحمت کشیدن تو اون باشگاه، نمیشه نادیده گرفت. خیلی زحمت کشیدن تو اون باشگاه واسه من. آقای محمدی خیلی زحمت کشیدش که این افتخارات به دست بیادش. ولی اگر بخوام خیلی باز صحبت کنم، باید یه برنامه بشه فقط در این مورد صحبت کنم، چون اتفاقاتی افتادش که از 3 تا بازی قبل از اینکه ما بریم جام باشگاه آسیا کار تموم شده بود. ولی خب به هر حال حالا دوست ندارم باز صحبت کنم، چون وقت به هر حال زمان باشگاه فولاد گذشته و واسه من الان استقلال مهمه. و آرزو موفقیت میکنم واسه باشگاه فولاد، هواداره فولاد رو همیشه توی قلبم دارم خاطر محبت و خوشحالی ها و افتخاراتی که کنار هم دیگه داشتیم، و امیدوارم که بهترین ها واسه شون همیشه رقم. حتی دوست نداشتی که اونجوری تمام بشه بینتون؟ اصلا. شما دیدید من 3 سال اونجا، با اینکه من یه بار به ناحق رفتم کنار، بازم برگشتم با تمام وجودم کار کردم، میتونستم بر نگردم ولی برگشتم به خاطر اون هوادارا. ولی بدونم که قطعا اتفاقاتی بوده که حالا انشالله. بسیار. حالا من شاید یه زنم با چیزا خوشم، ولی دیگه الان سرمربی استقلال دیگه بحثی نداریم. خیلی ممنونم ازت، میدونم عجله هم داری، بین خیلی لطف کردی که وقت رو با ما دادی. میخواستم اگر صحبت خاصی از پایان بحثمون بگی و پیامی هم اگه داره به هوادار استقلال داری. 2 تا موضوع رو دوست دارم بگم. یکی بابت استقلال که آرزوی قلبی و بچگی خودمه که بهش رسیدم، و امیدوارم که بتونم هوادارا رو خوشحال کنم، سربلندشون کنم. و از هوادارامونم میخوام که فقط به موزه باشگاه استقلال و تیم استقلال و استقلالی ها نگاه کنن. ما قطعا رقیب داریم، حریف روبرو داریم، ولی اونا توجهمون و تمرکزمون رو نذاریم رو تیم حریف و همه چی داخل خودمون باشه. حرفایی که رقیب میزنه باعث بشه که ما تمرکزمون به هم بریزه، خودمون به خودمون ضربه بزنیم. اینو هیچ وقت نمیخوام ببینم. دوست ندارم، دوست دارم تمام تمرکزمون رو تیممون باشه و رو کار خودمون، اگر مشکلی هم هست درون خودمون باشه. و تیم ملی کشورم که امیدوارم موفق باشه
و فوتبال ملی کشورمون همیشه جایگاه بالایی داره توی قلب و ذهن من و امیدوارم که هممون به عنوان سربازای کشورمون استقلال پرسپولیس تمام تیم‌ها امیدوارم که بتونیم به فوتبال کشورمون کمک کنیم تا در نهایت ان شاءالله هممون به موفقیت برسیم. ان شاءالله ما هم امیدواریم احساس داره باشه که بالاخره این نسلی که الان در تیم ملی هستن قهرمان جام ملت‌ها بشن. شما در 2004 خیلی نزدیک بودین به قهرمانی، از اون تیم حقش بود قهرمان شد. نذاشتند چون به هر حال شما واسه رسیدن به قهرمانی توی آسیا شما دیدید تمام سالهایی که ما یه قدم مونده بود برسیم یه جایی ما رو اذیت کردن، یه جایی ما رو زدن، اون موانع باید برداشته بشه. ان شاء الله. آقا دمت گرم، خیلی برات آرزو موفقیت دارم. دستم درد نکنه. خیلی ممنون از شما. ما تو طرف گذار بودم. آره خیلی ممنون از شما. حضور عجله داری الان. نه شما بلند شما. به امید یک سال خیلی خوب برای فوتبال ایران یا در عرصه باشگاه و ملی، حضور جواد نکنه در باشگاه استقلال رو به فال نیک میگیریم. اتفاق مبارکیه و فکر میکنم که همونطور که گفتم از معدود دفعاتی که هواداران واقعا از این انتخاب خیلی راضی هستن. آقا خیلی برات آرزو موفقیت میکنیم و انشاءالله در سختی و اذیتمون نکنی، غضب کنی بهمون. قطعا یه چالنجی قطعا داریم تو کار پیش میاد زیاد همه شرفی رفتار میکنیم و میگذاریم. خیلی ممنون. مرسی، تشکر. اینجا هم همه خلاصه منتظر ما هستن و دست شما درد نکنه. آخر ممنون از شما. مرسی.